برام خداوند بخشنده و مهربان و سلام صلوات خدمت رسول مقبول اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام و سلام جداگانه خدمت تک تک شنونده ها و بینده های عزیز و نهایت دوست داشتنی تلویزیون بین المللی افغان نوبل تیوی. خب دوست عزیز، من دکتر محمد نصیر جاله هستم و امروز در یک برنامه ویژه و خاص با دو ستاره مشهور و عزیز جهان میوزیک یا موسیقی افغانستان هستیم. یک برنامه خاص هست که انشالله اساسا معرفی میگیریم دوست عزیز ما را، ستاره های ما را، و همچنان از زبان خودشان میشنویم که چی دستاورده دارن و چی تحفه های خاک داشتن بر ما و شما. خب به این که شروع بکنیم، خب دوست عزیز، مهمان عزیز ما هست آقای ولی جان اشپاره و همچنان احمد طاهر. از آقای اشپاره من فکر میکنم که کل افغانستان در موردش معلومات داشته باشن و طاهر جانم به میشکل، مگم بیاین که یک مقدار از زبان خودشان هم بشنویم که یک معلومات کلی بتن، به خصوص به نسل جوان ما که اکثریتشان اگر آشنایی نداشته باشن به کارایشان و به زحمت هایی که در قسمت موسیقی کشیدن، به اینکه یک کمک از زبان خودشان بشنویم که خودشان اما کلیات زندگی و فعالیت خود بعضی خود معرفی میکنن چی هستن. اول خوش آمدین در برنامه ویژه ما آقای اشپاره، و میشه که یک کمک معلومات بدین در مورد خودتان و خصوص به نسل جوان ما. خدمت شما سلام عرض میکنم، خوشحال هستم با شما و بینندگان ارجمند هستم. ما قرار که گفتین ولی اشپوری از استودیوهای آریانا موزیک، تقریبا در حدود اضافه‌تر از 47 سال عمر ما در استودیو با اکثریت هنرمندان کشور ما فعالیت کردیم در قسمت ثبت و در این سال‌های آخر در قسمت تنظیم موسیقی و به ثمر رساندن یک تعداد کارها که با بازار عرضه میشه و مردم عزیز ما، افغانای ما، از این کارها استفاده میکنن. به هر حال جان از سال 1983 در استودیو آمده و ما با هم همکاری کردیم. تقریبا در طول از این سالها در حدود 17 یا 18 اثر که با هم ثبت کردیم، همه از این مورد علاقه مردم قرار گرفت. و چیزی که برای شخص خودم و باعث یک ریکوردینگ انجینیر یا انجینیر ثبت جالب بوده، همیشه تلاش از این جوان بوده. او تا هنرمند نبوده که اکتفا کنه به کم، همیشه بهتر تلاش از این بوده که یک قدم بالاتر یک قدم بالاتر. مثلا زمان میرسه که یک مجموعه ساخته های شاولی جان ولی مرحوم استاد ترانه ساز ثبت میشه، یک اثر میشه از استاد خیال گرامی، از استاد بایی جان قاسمی دو اثر، از آقای دریا یک اثر. یعنی ببینید که همیشه تلاش کرده که برای مردم خود بهتر و بهتر و بهتر اثر خلق کنه. فلحاظ ما یه آثار را ثبت کردیم و یه آثار با دشتست مردم قرار گرفت، مردم بیشتر استقبال کردن. زمان رسید که من طاهر آقا را کمی براش رفتشتم، گفتم که حالا که موسیقی را ایستا ایستا تو خود کفا شدی، مثلا یعنی نوازنده شدی، می نوازی ازی وزی، فعلا وقت ازی است که خودت به اصطلاح موسیقی را متوقف بسازی، بری سراغ فرا گرفتن موسیقی. و خوشحال هستم که حرف مرا قبول کرد و اینال مثلا بعد از امقدر وقفه امروز دوباره به خدمتش بیننده و شنونده خود است. تشکر. اما تو که شما گفتین طاهر جان و اکثریت دوست و عزیز ما در افغانستان میشناسن، یک آوازخوان نام خدا مطرح افغانستان هستن، امی وقفه که استاد گفتن که شما دور بودین، اکثریت دوست و عزیز ما هستن افغانایی هستن که دیستنایی هست مثلا 15 و 16 هستن، ممکن هست که خواندنای شما را، آهنگای شما را ندیده باشن. خب میشه خلاصه اگر خدا یک معرفی بکنیم برزو باز میم سر سوالا. زنده باشین، تشکر از شما. از ولی جان صحبت کردن، من 15 ساله که نخوانده ایم یا کار نکرده ایم، من گفت ولی جان گوش کردید، امرای بسیار کسا در اندوستان به تماس هستم، منرمندای توانا هستن، کمپوزرهای توانا هستن، اینا همیشه هم را کمک کردن و اینا مرمو طرز ساختن آهنگ
از پیشم آموختم که چه قسم آدم باید بفهمم و چه قسم آدم آهنگ باید بسازه. شروع در ویرجینیا کار ما شروع شد. پیش از آن میخواندیم شاقی، اما ویرجینیا پیش ولی جان شپاری آرینا موزیک از اول آهنگ خواندیم تا حال فکرم در حدود ولی جان پیشتر گفت برای که ما از تمام استادا و هنرمندای خوب همیشه کوشش کردیم که آهنگ تازه بخوانم، بازخوانی نکنم و کارهای تازه عرضه کنم. به اون لحاظ از سال 1983-84 روی ولی جان آشنایی دارم که همکار هستیم. ما یک مثلا در هر بخش که وجود داره، مثلا طبابت هست، انجینری هست، هر بخشی که باشه، ما بعضی از شخصیت های خاص را داریم که یک خصوصیت خلاقیت دارن، یک نوآوری را دارن که ما میده در شما متوجه شدم که اولین کسی بودین که کلپ های ساختین در هندوستان که یک میتود تازه به موسیقی افغانستان معرفی کردین که بسیار مورد استقبال اکثریت مردم افغانستان قرار گرفت. تقریبا شما همه را شاک ساختین و همه دوستتان داشتن و دارن. این چطور یا ایدیا به فکرتان آمد که تک کار باید بکنین؟ من همیشه فکر داشتم چون ما شما در افغانستان کلان شدیم و در افغانستان اکثرت ما شما جز اون فیلم هندی کدام مصرفه دگاه نداشتیم. اونم سینما بود و فیلم میدیم، میامدیم خانه برای فامیل. من همیشه خودم شوقی فیلم های هندی بودم، اما یک وقت متوجه شدم که در بازار افغانی تو یک چیز نیست که مردم ببینه. مثلا در زمان ما تلویزیون نداشتیم، حالا امروز میدیا هست، تلفون هست، هر چیز در دست مردم هست. اون زمان هیچ نبود. من گفتم بیا من یک کار میکنم کس نکرده باشه. به مو حساب من هندوستان رفتم و با ستارای فیلم هندوستان که اون زمان کلشان دخترای فیلم در بالیود بودن، من یک کلیپ ساختم بسیار به نام لیلا، مردم به اندازه استقبال کردن. بعد از او یک کلیپ دیگه ساختم، تقریبا سه کلیپ با ستارای هندوستان مجور کردم و مو شد که گل کرد. گل کرد نه خدا کلگی مشناسیتانه. و در این پروژه آیا استقبالی شما دست داشتین؟ یعنی برشان کدام میوزیک داشته باشین یا جور کرده باشین یا نظر داده باشین که آه این که کلپ نام جو کنین نواری کنین؟ موضوع وجود داشته. مثلا همی آهنگ هایی را که تاجان به هندوستان رفت با می ستاره های مطری به بالیوود رو و حال این کلپ ها را می ساخت. موسیقی و آهنگ و ثبت ایناش همه از استودیو تیار شده بود. این خوب واضح شد که اکثریت دوستان تو فکر میکنم که این دنگستان پر شده، شاید هندی ها میوزیکش را جور کرده باشن چون با بسیار مدرن ساخته شده بود. من همیشه مخالف تو کارا هستم بخاطر از این که موسیقی افغانستان درست است از موسیقی هند پیروی میکنه، اما موسیقی افغانستان است، رنگ و بوی خود داره. من یک نظر دارم، همیشه میگم به دوستا خود میگم که دوستت نشان بده به من، ما این دیتا بد نشان میدم. و تایر جان بسیار خوشبخت است، دوست مثل خودت وارد داره در پالی خود، آیندهش درخشان است. یک سوال از تایر جان خواهد. شما نام گرفتین در هندوستان، گفتین با چندین شخصیت های بخش موسیقی هندوستان هم آوازخوانی کردین، میشه نام بگیرین کیا بودن؟ من یک سیدی به 2007 از نکردم که آهنگای محلی افغانی را من برای هنرمندای هندوستان موزیک هندی نواختم و به شعر هندوستانی، آهنگ افغانی، آهنگ هندی اونا خواندن و بسیار ما رو در علاقهشان قرار گرفت. که جمله آشا بورسلیس کمرش آواز خواندیم، امرای کویتا کرشنا مورتی، الکایگنی، شریا گوشال و انورادا پتوال که ما امرایش آشنا هستن و ما امرای انورادا پتوال یک پنج آهنگ استاد بهید پاس میده، امرایشان ما دوگانه خواندیم. یک فکر میکنم ودید نارایان امرایش خواندیم، اما طالب بازار عرضه نشده. سر موضوع پروژکتی که شما فعلا کار میکنین و بسیار هیجانی هستم که در مورد هم بشنوم، چی هست پروژه تان برای دوستان عزیز ما؟ یک
نوید خوش بدیم. حالی که با شما هستیم روی از برنامه صحبت میکنیم، یک برنامه بخصوص است. سه سال پیش با یک آواز خب و جرأت کم پیش ما آمد که ما چیز اجازه است که چنین چنان ما نمیفهم دکنم چیز مشروب نگفتم گفت زود بزن برو بخیر. یه بیچه که ما می 60 آهنگ ما تو ساختیم سرسکنم ما مورا 70 می ساختیم خوبتر می شد 60 آهنگ از جمعی آهنگ ما 20 آهنگ انتخاب کردیم. اینجاست که دست با کار شدیم و یک تعداد دوستا و همکارهایی که در استودیو با هم در یه آخر اضافه شده ما تنظیم موسیقی یه آهنگ رو شروع کردیم. ما خودم بسیار آدم قیدگیر است. در استودیو همیشه در فکر ما این مسئله است که زمانی که ما یک کار میکنیم باید برای مردم، برای شنونده احترام داشته باشیم. صد درصد. چگونه ما میتونیم برای مردم احترام قائل شویم وقتی که برشان کار درست، کار سچه، کار زیبا باید تولید بکنیم؟ جدال ممرای تاجران به میسی سالی نمی بوده که اگر شعر درست میخوان بسم الله، اگر نمیخوانی رفیق رخصت. موسیقی جالب است، جوان پیشرویش میگم که آفرینش است، بسیار زحمت کشید روی آوازخوانی خود. امین 20 آهنگ شما کلپ شده یا کلپ میسازینش؟ ما امرای قهارجان نازنین که امیال در استودیو امرایش هستیم روی این مسائل کار میکنیم. در حدود ما میفهم خارجان خودم مسخر است و این خاطر ما خودم زیاد در کارش مداخله نمیکنم. اگر این آدمی هستم که تو رو آسم گفتم به هندوستان زنگ میزد نیتا میتونه اونو تر همون کار میشد و نتیجهش هم خودش میبینه. خارجان به کار خود استاد هستم و برش احترام دارم، کارش با خودش با شخصیتش با فامیلش. یک تعداد پارچه ثبت شده از جمله 20 آهنگ، در حدود 10 آهنگ از این ثبت شده که در بسطلا زیر ایدتنگ است. okay. ایدتنگ ازی خلاص شده. ما پلان داریم که 3 تا تغییر بتیم، یعنی جایی که ویدیو گرفته میشه. okay. دا آهنگ به یک شکل، دا آهنگ بعدی به یک شکل دیگه که okay. برای بینندگان عزیز، برای هموطنان ما یک چیز جالب بیاید، یک چیز نو باشه که با آهنگ سازگار. با روحی کمپوز و آهنگ و شعر سازگاری داشته باشه دیگه. انشالله یه هفته بعدی خلاص میشه، بخیر خلاص میشه و او هم میره زیر ایدیتینگ. این مسئله که یعنی امروز این 20 آهنگ که میخوانم یا این 20 آهنگ که مثلش کار کردیم زحمت کشیدیم. پیشه بتانه هست کردم که خودم در وجود خود ما تا 15 سال پیش یک آدم دیگه هستم، شاید بیخی یک کارم بیخی فرق داره از اون کارهای سابق کرده دیگه. با مولی هاست بیشتر ولی جان گفت مسائلی که آدم هر قدر بیاموزه هنوز هم نگوی که ما استاد هستم یا ما یاد گرفتیم. من میشه گفتیم اگر کس هست، من از عبیب خان پرسان میکنم، از دوستای دین پرسان میکنم، من هیچ وقت نمیشرم، ما باید یاد بگیرم از اونا، بیاموزم که این کار چه قسم است. از او بوده هاست دیگه. من فقط فوکسم سر آهنگم بوده، تو آهنگ بسازم ولی جانشان کارهای موسیقی هایشت درست کردن امروی دوست ما که به شرطان نمیتونن نامش را بگیرن فعلا. من بسیار رازیستم و من امیدوار هستم و این ایمان هم دارم که این آهنگ ها ارزش هوا. اما تو که در دهه 90 و 96 افغانهای عزیز من را تشویق کردن، کارهای مستقبال کردن، این کار را مستقبال میکنن. من میفهمم و من خود امی شکل آهنگا، خود امی تصویر آهنگ، امی چیزا مرا میفهمم که این کار است که باز مردم میگه اما تا یک کار نو کرد، اما تا شاکه اما یک کار نو کرد. اما ما از امو دوستم، برادرم است، مثل برادرم است، کل کار از این کار قهرجان به عهده داره و قهرجان کرده. ما به حساب ممنون حسابش هستیم. یک چیز رو که تسلیم کردی دلک جمع بگی گفتن خارجان میگه it's in good hands دیگه بس. آره اگر ما حضور تو مسئله برادری دیگه، مسئله که بر برادر کار میکنه. بله ما بسیار زیاد خوش شدم از اینکه موضوعات بسیار جالب تشریح کردیم، بسیار چیزا رو شما من یاد گرفتم در این برنامه و همچنان تشکری میکنم از اینکه وقتتون رو به ما دادین، لطف کردین اومدین در استودیو. اما پیش از اینکه خدافظی بکنیم، مگر کدام پیامی دارین، کدام موضوعی هست که
اگر فراموش ما شده باشه که پرسان کرده باشم، یک موضوع جالب در مورد خود پروژه تان باشه، مایک استودیو در خدمتتان است، کامرا در خدمتتان است، اگر کدام پیامی به خصوص استاد اگر به جوانا شما داشته باشین، به خصوص به میوزیشنای ما داشته باشین، کامرا در خدمتتان است. والا تشکر از وقت شما، تشکر از برنامه. برای مردم باید گفته شود که یک کار مستلزم چقدر زحمت است، چقدر زحمت کار است که یک کار به یک جای برسه. مثل که یک مادر طفل کنان میکنه، تولد یک آهنگ، ثبتش، پخش تکثیرش و روزی که روز چهار هنرمند ما یا چهار شنونده ما یا آهنگ میشنوه، کار ساده نیست. ولی باور به خدا کنید بیش از حد کار مشکل است. من دیگر گفتنی زیاد ندارم. امیدوار هستم اون کارهای جدید مورد پسند هموطنان عزیزم قرار بگیره، خوششان بیایه که من را تشویق کنید، آینده هم بتانم زیادتر کار کنم، بهتر کار کنم. چیزی که برای ایجان شما پیشنهاد کردین، من به جوان ها متو یک چیز میگم که هنرمند های عزیز که جوان هستن در اروپا هستن، بسیار کسا هست اونجا میتونن ازشان یاد بگیرن. عبیب خان هست داخل بن، میتونن پیش عبیب خان برن سوال کنن. اونا با کمال من فکر میکنم، چون من آشنایی کم رای عبیب خان دارم، او همیشه نمی چیزی که ولی جان همیارا گفت، او میخواه که کمک کنه. اما ما یک سر باید مد نظر نگیریم، هیچ وقت یک کسی که یک چیز یاد داره پیشت نمیه برد، یاد نمیده تا که خودت نریید پیش یک آدم تقاضا نکنی که مره یاد بده. نه اینا رو باید برن تقاضا کنن. چی میفهمی تو چی مشکل داری؟ برین تقاضا کنین، مشناسینش، ازش پرسان کنین، برتون من اطمینان دارم برتون یاد میدن. هیچ مسئله نیست. یک مسئله دیگر رو میخوام در آخر یادآوری کنم، از می تمام جوانایی که امرای ما آمدن همکاری کردن، جهان سپاس از پیشان میکنم، بسیار زیاد تشکر میکنم از پیشان، بخصوص یکی دوست من است مسی جان، از اون بسیار تشکر میکنم، بسیار محبت کردن. دیگه وقت شما رو زیاد نمیگیرم، فقط جان سپاس از پیشان میکنم. تشکر، شب شما بخیر، شب بینندگان عزیز بخیر، تشکر از وقتتان، امیدوار هستم که پر حرفی نکردم. دیدار شما در شب برنامه شما، خداحافظی میکنم با امید دیدار. سلام علیکم. تشکر، زنده و سلامت باشین. دوست عزیز، برنامه ما دامیجا ختم میشه تا برنامه بعدی که باز من دکتر محمد نصیر جالت دوباره در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم. شما عزیزا بخوند پاک لعزان میسپارم. سلامت، روز بخیر، شب بخیر، خدا حافظ ناصره همه تان.